اگر فرض کنید که حفظ جان یک نفر مسلمان حفظ جانش وابسته به این است که شما فرقان واجب است باشه، دروغ بگید واجب است باشه. احکام اسلام برای مصلحت مسلمین است، برای مصلحت اسلام است. اگر ما اسلام را در خطر دیدیم همه من باید از من بریم تا حفظش کنیم. جاسوسی فاسد بدونیم، اما برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است. دروغ گفتن هم واجب است، شرب خمر هم واجب است. آیت الله خمینی یک سال و نیم قبل از درگذشتش تا به اونجا پیش رفت که در نامه خطاب به علی خامنه‌ای رئیس جمهور وقت تأکید کرد که مصلحت حکومت اسلامی حتی از رعایت احکام دینی هم اهمیت بیشتری داره. به گفته او، حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. در فقه یک واژه‌ای داریم به نام محذور الدم، یعنی کسی که خونش مباحه، که البته من این رو مناقشه کردم ولی به لحاظ سنتی وجود داره. مثل این میشه یه واژه دیگری درست کرد به نام محذور الارض، یعنی کسی که آبروش مباحه، یعنی آبرو نداره، و اینها مخالف نظام رو محذور الارض میدانند. عملا کسی که به خط قرمز نفی نظام دینی رسیده باشه، نقد کرده باشه، دیگه آبروش احترام ندارد. کسی که آبروش احترام نداره میشه بهش دروغ نسبت داد، میشه بهتان بهش زد، میشه تهمت بهش زد، میشه هر گونه که میشود او رو بی‌آبرو کرد. در سال 1360 به دنبال تصویب لایحه قصاص و مخالفت جبهه ملی با اون، آیت الله خمینی در سخنرانی معروفی در 25 خرداد این تشکل رو مرتد دونست و محمد مصدق بنیانگذار جبهه ملی رو غیر مسلمان اعلام کرد. اولش هم وقتی که مرحوم آیت الله کاشانی دید که اینها خلاف دارن میکنند و صحبت کرد، اینها کاری کردند که یک سگی را نزدیک مجلس عینک بهش زدن و اسمش آیت الله گذاشتن. این در زمان اون بود که اینا فخر میکنن به وجود او. اون هم مسلم نبود. من به این آقا عرض کردم که این دیگه هم مخالفت با شخص نیست، این سیلی خواهد خورد، و طول نکشید که سیلی را خورد، و اگر مونده بود سیلی را بر اسلام میزد. نویسنده سرشناس علی اکبر سعیدی سیرجانی که بعد از نوشتن نامه‌های انتقادآمیز با آیت الله خامنه‌ای دستگیر و به جاسوسی و انحرافات اخلاقی متهم شد. سیرجانی در آخرین نامه خودش به رهبر پیشبینی کرده بود که این نامه‌نگاری به بهای جانش تموم میشه. او هم مانند سعید امامی از زندان زنده بیرون نیومد. مسئولان امنیتی در 4 آذر ماه 1373 مدعی شدند که سعیدی سیرجانی در زندان سکته کرده. اگر رژیم جمهوری اسلامی رو تأیید کردی تو مسلمونی، معتقدی، متدینی، اگر یک کلمه باب ملشو نبود گفتی یا کافری یا مرتدی یا عامل صهیونیسمی یا عامل سیاه هستی یا عامل اینتلیجنس، که بنده الحمدلله هر پنجش هستم یادتون باشه. یک شباهتی میان ایدئولوژی نظام‌های تمامیت‌خواه و محتوای شایعاتی که در ارتباط با مخالفینشون تلاش می‌کنن پخش بکنن وجود داره. مثلا به عنوان مثال اگه شما کشورهای کمونیستی مثلا شوروی سابق رو در نظر بگیرین، در اغلب موارد اموری رو که از حوزه خصوصی افراد سعی می‌کردن بیرون بکشن و به نمایش بگذارن، به مسئله امنیت ملی، به مسئله همکاری با نیروهای بیگانه، با کشورهای امپریالیستی و یا یک وجه دیگرش تعلق خاطر به دشمنان طبقاتی. در جمهوری اسلامی علاوه بر این مواردی که گفتم، از اونجایی که حکومت تمامیت خواه
همزمان خودش رو یک حکومت دینی تعریف کرده و به نوعی تلاش میکنه که یک نظارت اخلاقی بر زندگی خصوصی افراد نیز داشته باشه. بخش مهمی از شایعاتی هم که سعی میکنه ترویج بکنه به مسائل اخلاقی و یا به قول اینها به مسائل شرعی برمیگرده. روابط نامشروع، داشتن گرایشات همجنسگرایانه بخش همیشه مهمی از شایعاتی بوده که تبلیغ کرده. یکی رو متهم میکنن به، فرض بکنید، همکاری با ساواک و سفارت آمریکا و امثالا. خب مطالبی بود که اون زمان در مورد آقای شریعت مداری گفته شد. بعد در مورد آقای منتظری که رسید در سال 67 که ورق برگشته بود و نظر حاکمیت، نظر نظام، نظر دیگری شده بودی بود که چندین بار به بیت ایشون حمله شد. 7 بار تا حالا حمله شده. من یادمه یک بار ذکر کردن که آقا در بیت آقای منتظری عکس‌های مستهجن و بطری مشروبات الکلی پیدا کردیم، که خب هر کسی میفهمید که این جز همین از چشم مردم انداختن چیز دیگری نیست.